دوستان سلام. یک هفته بعد از اولین حمله مستقیم یگان موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از خاک ایران، وقتی دیگه همه موضع‌گیری‌ها و پیامدها روشن شده بود، خامنه ای یک دیدار با فرماندهان نظامیش ترتیب داد تا از نیروهای مسلح به دلیل موفقیت اونها در حوادث اخیر قدردانی کنه. امروز به برکت فعالیت نیروهای مسلح ما، سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظامی یه جور، به حمدالله چهره کشور در دنیای چهره ستودنی شده. یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بیخبرن، به اونا کاری نداریم، اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنن. برای رمزگشایی از این حرکت خامنه‌ای و اینکه آیا این قدرت یا ذلت، ما رو در برنامه دیگه از دانش انقلاب همراهی کنید. برای اونهایی که به زبان سیاست به طور عام و زبان ولایت فقیه به طور خاص آشنایی دارن، میدونن که خامنه‌ای هر وقت میخواد عقب نشینی و کم آوردن خودش رو بپوشونه، همیشه یک صحنه آرایی با نیروهای مسلح از خودش نشون میده و انبوهی موشک و فرماندهان دستچین شده سپاه ردیف میکنه تا اینطوری حرفای خودش رو لای اونها ساندویج کنه. اینطوری میخواد پیامش رو به مخاطب بیرونی منتقل بکنه، ولی در عین حال نمیخواد که نیروی خودی، یعنی همون پاسدار بسیجی ها، دچار ترس و نگرانی بشن. مثلا 26 شهریور 1392 وقتی میخواست که با آمریکا و سه کشور اروپایی وارد معامله اتمی بشه، رفت بین فرماندهان سپاه پاسداران صحبت از نرمش قهرمانانه کرد. یعنی از همونجا معلوم بود که میخواد نیش اتمی رژیمش رو بکشه. حالا یک نمونه اخیرش چی بود؟ بله، روز 18 مهر 1402، یعنی درست 3 روز بعد از حملات 15 مهر، وقتی دید که واکنش بین‌المللی خیلی سنگینه و آتش معرکه داره پر خودش رو میگیره، رفت یک رژه نظامی ترتیب داد و در برابر انبوهی نظامی که زیر آفتاب به خط شده بودن، اول کلی از دست و پا بوسیدن محور مقاومت صحبت کرد و آخرش گفت ما این کاره نبودیم. یاوه‌گویی هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند، اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه، اینجا هم محاسبه غلط میکنند، اما این کار خود فلسطینی هاست. در این قضیه اخیر هم خامنه‌ای بد جوریگی کرده بود. بعد از اینکه اسرائیل اتاق عملیات نیروی قدس رو در دمشق منهدم کرد، دیگه صدای همه خودی‌ها از طلبکاری از پشت صحنه به جلوی صحنه و به تلویزیون حکومتی کشیده شد. شهید سلیمانی رو زدن، گفتیم انتقام سخت، انتقامی گرفتن. اومدیم جلوتر، آقای سید رضی رو زدن، گفتن همچنان انتقام سخت. شما نزدی، اونها زدند، روز به روز گستاختر شدن. خب تا کی؟ مماشات تا کی؟ امشب خاک شما رو زدن توی سفارت. خب باز ما قرار اربیل رو بزنیم، باز قرار عین الاسد رو بزنیم، پس کی قرار ما مستقیما اعلام بکنیم من جمهوری اسلامی امشب مقاله مصر کردم و خاک رو زدم؟ برای همین خامنه ای زیر فشار بود. اگه همه اون شعارهای اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم رو عملی میکرد، جنگی شروع میشد که دودمانش رو به باد میداد. گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. اگه کاری نمی کرد،
ریزش شدید پاسدارها و نیابتی‌ها در تقدیرش بود. یعنی همونایی که باید روز روزش جلوی قیام بایستن و سرکوب کنن. همون نیابتی‌هایی که عمق استراتژیک رو حفظ کردن، یعنی دو اهرم بقای نظام. برای همین از طریق کانال‌های متعدد پشت پرده با آمریکا، یعنی سفارت سوئیس، دولت عراق، نمایندگی خودش در سازمان ملل در نیویورک، کشور عمان و غیره و غیره، پیام داد که کی و کجا و چطور میخواد بزنه و به دولت بایدن شیرفهم کرد که فقط میخواد بزنه که یه چیزی زده باشه. برای همین هم نتیجه این شد. There are 170 UAVs, those are unmanned drones, 30 cruise missiles, 120 ballistic missiles, and of those numbers, 99% of them were neutralized, most of them before they even arrived in Israeli airspace. 99% of the missiles and drones that were aimed directly at Israel were thwarted by Israel's Iron Dome defensive systems. پس ترجمه این حرفای خامنه‌ای چیه؟ اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهمه. بعد هم چه اتفاقی افتاد؟ یادتونه فرماندهان سپاه میگفتن که اگر اسرائیل خاک ما رو هدف قرار بده، اسرائیل رو از روی نقشه حذف میکنیم؟ عملا اسرائیل تحت فشار آمریکا و متحدانش یک عملیات نظامی محدود انجام داد، اما در ازای اون یک سری امتیازهای سیاسی گرفت که در چند روز گذشته شاهدش بودیم. سلسله ای از قطعنامه ها در آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا، و اما در شب این ارتش کشور اسرائیل بود که پدافند حفاظتی رژیم در نزدیکی سایت نتز رو نابود کرد که به گفته خودشون پیام بدن که ما این کاره هستیم. بعد مقامات رژیم چی کار کردن؟ پرواز دو یا سه پروازی در حد اسباب بازی است که کودکان ما در ایران ازش پس نتیجه میگیریم. یک، خامنه ای از 7 ماه قبل یک بحران بزرگ در منطقه راه انداخت تا هم در سالگرد قیام همه انرژی ها و تمرکز ها رو متوجه یک جنگ خارجی بکنه، نیروهای وارفته داخلیش رو در برابر دشمن خارجی زیر قبای خودش بیاره و ائتلافی که در منطقه داشت علیه اون شکل می گرفت رو نابود کنه. دو، قصد داشت توی انتخابات اسفند مجلسی که پاپیچ رئیسی می شد اون رو خالص سازی بکنه و در خبرگان ترکیبی روی کار بیاره که مسئله جانشینیش بدون دردسر حل بشه. سه، زیر پرده جنگ هر کسی هم مخالفت میکرد میشد عامل اسرائیل و آمریکا. ولی نتیجه چی شد؟ یک، عملیات کانونهای شورشی با قدرت ادامه داشت. دو، اعتراضات اقشار مختلف ادامه پیدا کرد. سه، همه دنیا متوجه شد که سر مار در تهرانه. چهار، مردم ایران با تحریم گسترده انتخابات که رسانه‌های جهان هم بهش اذعان کردند، مثل قیام 1401 به جهان ثابت کردند که 5. تازه اون همه که به موشک و پهپاداش مینازید معلوم شد که بله. برای همین میگفتیم و همچنان تکرار میکنیم که خامنه ای اومده بود دامی پهن بکنه که خودش در اون گیر افتاد، بنابراین بازنده استراتژیک خواهد بود، چون تمام ذخایر راهبردی خودش رو در این قمار سرنوشت ساز روی میز گذاشته بود. حالا هم فرماندهان ارشد قدس و نیروهای نیابتیش رو داره از دست میده، هم اقتدار نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک خودش رو تضعیف میکنه، هم ریزش داخلی و بین مزدوران خارجیش تشدید شده، و در آخر هم نه تنها نتونسته جلوی قیام مردم، کانونهای شورشی و مقاومت سازمان یافته رو بگیره، بلکه ضرورت سرنگونی خودش رو به جامعه ایران و جامعه بین المللی بیشتر تحمیل کرده. برای بررسی بیشتر این شکست استراتژیک خامنه‌ای تا برنامه بعد، بدرود.